بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. یکی از فضائل مهم امیر مؤمنان علی علیه السلام، بلکه از فضائل اهل بیت، سوره دهر است که سه نام دارد: یکی سوره دهر، دیگری سوره انسان و دیگری حل عطا. سوره حل عطا 31 آیه داره که 18 آیه آن درباره علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین و حضرت فاطمه نازل شد. از آیه 5 شروع میشه تا 22: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. 18 آیه است، از آیه 5 شروع میشه تا آیه 22. در این 18 آیه دو بخش دیده میشود. بخش اول کارهای مهمی که این خانواده انجام دادن، 4 آیه است، راجع به اعمال نیک این خانواده بحث میکنن، و 14 آیه درباره جزا و پاداش های عجیب و غریبی که خداوند برای اونها بیان فرموده. قبلا من شأن نزول آیه رو عرض کنم، بعد بریم اون 4 آیه‌ای که اعمال این رو بیان میکنه و 14 آیه‌ای که پاداششون بیان میکنه و نتیجه گیری کنیم و جلو بریم. در شأن نزول این آیه در کتاب‌های خیلی زیاد، مرحوم علامه امینی در جلد 3 القدیر از 34 کتاب از کتب اهل سنت این شأن نزولی رو که عرض میکنم که درباره علی علیه السلام و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین نازل شده، این شأن نزول نقل کرده. نه اینکه فقط اسم کتاب رو میبرد، جلد و صفحه و مشخصات رو بیان فرموده از 34 سند معروف اهل سنت. در جلد 3 القدیر هم هست، آدرسش هم از صفحه 107 به بعد. مرحوم قاضی نورالله ششتری در احقاق الحق در جلد 3 اونم این حدیث رو نقل کرده. مجموع منابعی که در اون جلد هم هست، پاورقی ها و مد، از 36 منبع، یعنی 2 منبع اضافه بر منابع القدیر، از 36 کتاب معروف اهل سنت در اونجا هم مدرک نقل شده که این حدیث در این آیات درباره علی علیه السلام و خاندان علی است. جلد 3 احقاق الحق از صفحه 157 شروع میشه تا صفحه 170، یعنی در 15 صفحه. و اما شأن نزول اساره و خلاصش اینه، و این تعبیر رو دقت کنید، علامه امینی میگه قدر مشترک بین همه روایات اینه، و
وقتی قدر مشترک باشه معنیش این است که در حد تواتر می شود روایاتی که در باره سوره حل عطا است. اصارش تقریبا چینی؟ امام حسن و امام حسین بیمار شده بودن. در بعضی از روایات شاید فقط امام حسن رو داره، در بعضی از روایات امام حسن و امام حسین هر دو بیمار شده بودن. پیغمبر اکرم برای عیادت به خانه علی علیه السلام و فاطمه زهرا آمد. وقتی مسئله بیماری این دو کودک رو دید فرمود یا علی نظری کنید که خدا به برکت اون نظر این بیمارانتون رو شفا بدن. علی علیه السلام عرض کرد خداوندا اگر این فرزندان من شفا پیدا کنن 3 روز برای تو روزه میگیرم. فاطمه زهرا هم همین مطلب رو در پیشگاه خدا عرض کرد. حتی روایت داره امام حسن امام حسین در اون سن طفولیت هم در این نظر به پدر و مادرشون اقتدا کردن، گفتن ما هم روزه میگیریم. در اونجا فزه خادمه هم شاید حاضر بود، اون هم نظر کرد. نظرشون تمام شد، چیزی نگذشت که این دو فرزند بهبودی یافتن. بنا شد نظرشون رو ادا کنند. علی علیه السلام مقدار مختصری جو تهیه کرده بود که آب کرده بودن برای تهیه نان برای افطار در این 3 روز. امروز رو نگاه نکنید که اگر سفره افطاری یه رقم دو رقم غذا قدش باشه مردم میگن سفره خالی بود. در اون زمان با نان تنها و آب خیلی ها افطار سحریشون بود. زمان سختی اسلام بود، منطقه سخت، زمانم زمان سختی. فقط هم 1/3 از این آرد جو را نان کردن، 5 قرص نان درست شد برای افطار. در موقع افطار میخواستن افطار کنن دیدن صدایی بر در خانه بلند است. صدا میزنن از سلام علیکم یا اهل البیت، سلام بر شما این خانواده. در خانه آمدن گفت مسکینی هستم از مسکینهای این شهر، گرسنم، در این موقع چیزی به من بدید. علی علیه السلام سهم خودشو داد، فاطمه زهرا داد، امام حسن داد، امام حسین داد، فزه هم اگر در اونجا حاضر بود داد، همشون سهمشون رو دادن به سایه. اون شب رو با آب افطار کردن، فردا را روزه گرفتن. موقع شام که شد باز نان جو آماده بود. در موقع افطار دیدن صدایی از پشت در بلند است، السلام علیکم یا اهل البیت. حالا این تصادف بوده این جریان یا خداوند به دل اینها میانداخته اینها بیان در این خانه این خانواده امتحان خودشونو بدن، سوره دهر نازل بشه یا جبرئیل می آمده اینها رو می فرستاده، حالا هر کدام بوده، فرض کنید طبیعی هم باشه، تأثیری در این مسئله نداره. آمد گفت من یتیمی از یتیمان این شهرم، گرسنه‌ام، منو سیر کنید. علی علیه السلام سهمش، امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا سهم خود رو دادن. اون شب هم با آب افطار کردن. شب 3 باز روزه گرفته بودند و موقع افطار که شد قرص نان جو آماده بود، باقی مونده آرد جو رو پخته بودند و قرص نان جو آماده بود. دیدن باز صدایی بلند شد، السلام علیکم یا اهل البیت.
انی اسیر من اسرائیل اسلام، من اسیری هستم گرسنه ام. اسیران چنان نبودن که در زنجیر باشن، اسیران رو می آوردن تو کشورهای اسلامی تو خانه ها به صورت یه خدمتگار خدمت می کردن. گاهی هم می شد که این اسیران رو بیرون می کردن از خانه، نمی توانستن تحمل بکنن غذا و خوراکشون، این آزاد می گشتن. نه خانه‌ای داشتن، نه پناهگاهی داشتن، نه کسی داشتن، نه سرمایه‌ای. اسیر آمد، تقاضای غذا کرد، غذاشونو به او دادن. شب سوم هم با آب افطار کردن. در زیل روایت داره روز بعد پیغمبر امام حسن و امام حسین رو دید، خیلی رنجور و ضعیف شدند. روایت داره از شدت ضعف می لرزیدند. فاطمه زهرا چشمش در گودی فرو رفته، سوال کرد یا علی مگر چی شدی این بچه ها اینطور شدن؟ دخترم فاطمه چرا اینطور؟ چرا رنگش پریده؟ چرا چشمش در گودی فرو رفته؟ جریانو در اینجا عرض کرد علی علیه السلام. پیغمبر تعجب کرد. جبرئیل امین نازل شد، آیات سوره ده آفرد: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. این یشربو به ها عباد الله یفجرونها تفجیرا، یفون به نظر و یخافون یومن کان شرهو مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آیات نازل شد. عرض کردم این شأن نزول یه نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر، 30 نفر نقل نکردن، 34 مدرک لااقل علامه امینی نقل میکنه، 36 مدرک در احقاق الحق بیان شده است. در اینجا من اول اون 4 آیه ای که داره فضیلت این خانواده رو بیان می کند کمی تفسیر کنم، بعد بریم سراغ اون 14 آیه ای که بیان پاداش اونهاست. بعدم ببینیم بهانه جویی هایی که بهانه جویان در اطراف این حدیث کردن بهانه ها از چه قبیله. یکی از بهانه ها رو قبلا عرض کنم، میگن شأن نزول، شأن نزول دیگری هست. یه غلام سیاه آمد خدمت پیغمبر عرض کرد: یا رسول الله، دوست دارم روز قیامت در بهشت کنار تو باشم، اما من سیاه کجا، توی سفید کجا؟ پیغمبر فرمود: قصه نخور مرد سیاه پوست، روز قیامت به اندازه چهره و بدن تو سفید میشود که از سالها راه نمایان سفیدیش، سفید و نورانی میشه. میگن شأن نزول این بود. اصلا شما ببینید با آیات، حالا منهای اون روایات متواتره، با آیات قرآن یه همچین شأن نزولی میسازه. آیات داره خبر از جمعیتی میدهد که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. نظری در کار بوده، اطعام مسکینی بوده، اطعام یتیمی بوده، اطعام اسیری بوده. یه سیاه‌پوست بیاد خدمت پیغمبر بگه من میخوام روز قیامت کنار شما باشم، اما شما سفیدی و من سیاه، این کار به نظر نداره، کار به یتیمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا نداره. اصلا یه همچین شأن و نزولی خلاف قرآنه، باید زدش کنار. منهای این که یه روایت شاذ
در مقابل اون روایات متواتر. به هر حال اونهایی که نمیپسندن فضائل علی علیه السلام رو یا میخوان کمرنگ تر کنن، بهانه های اطراف این درست کردن که من بهانه ها رو دونه دونه بعدن عرض میکنم و پاسخ عرض میکنم.